سلام شاگردای عزیز، با امید از اینکه جور و صحتمند باشین و درس گذشته تا فرا گرفته و کار خانگی را انجام داده باشین، درس امروز خود را شروع میکنیم. قبل از اینکه درس جدید آغاز کنیم، درس گذشته را یک مرور میکنیم. درس گذشته ما و شما فشار اتمسفر بود. اتمسفر هوایی که در اطراف کره زمین وجود داره و مانند لحاف کره زمین پوشانیده، این را اتمسفر مینامند. اتمسفر از گازات اکسیژن، نایتروژن، هیدروژن و دو بعض گازات دیگر تشکیل شده. اتمسفر زمین از تششعات مضر و از ذراتی که از خارج ساحه زمین داخل زمین میشه محافظت میکنه. البته ما گفتیم که یک اتمسفر فشار مساوی به 76 سانتی متر ستون سیماب یا مساوی به 760 میلی متر ستون سیماب میشه. این بود درس گذشته که شما خواندید. البته همین قسم که گازات دارای فشار می باشه، مایعات نیز دارای فشار هستند. درس امروز برای اهداف آموزشی ذیل می باشه. دانستن فشار مایعات، کسب توانایی انجام تجربه برای مفهوم فشار مایعات، کسب مهارت استفاده فشار در زندگی روزمره که در اخیر درس شما به این اهداف می رسید. مایعات به تمام جوانب فشار وارد می کنه. یعنی مایعات دارای فشار جانبی، قاعدوی و صعودی می باشه. ما به خاطر از اینکه این موضوع رو خوبتر درک کنید، فعالیت مرور می کنیم و بعد این را عملا اجرا می کنیم. قطعی حلبی استوانه ای قرار شکل در نظر گرفته، در سطح قامت همان سوراخ هم اندازه و مشابه ایجاد کنید. سپس قطعی را پر از آب نموده و مشاهده خواهید کرد که آب از سوراخ‌های از او به بیرون فوران میکنه. حالت فوران از سوراخ زیادتر است که سطح آب دور و به قاعده قطعی نزدیک باشد. حالا ما همین کار را عملا انجام میتیم که شما میتونین او را ببینید. خوب شاگردای عزیز، قسمی که شما فعالیت در سلایت مطالعه کردین، حالا من این را براتون عملا اجرا میکنم. ظرف استوانه‌ای که دارای سه سوراخ جانبی هست، آب که در بین ازی پتاسیم پرمنگنیت انداختیم که رنگ آب تغییر دادیم تا خوبتر مشاهده شود، و همچنان یک تشت ضرورت داریم. خب به خاطر که آب در میز نریزه، ما ایره قبلا اینجا میمونیم. کمی فاصله دورتری را میگیریم چون که شدت فوران میبینید. شما دیدین که از کدام بیشتر بود؟ اینجا دیدیم که از سوراخی که از سطح مایع دور و به قاعده نزدیک است، به قاعده ظرف، فوران شدت فوران بیشتر بود. از این تجربه خودی نتیجه را میگیریم که هر قدر عمق مایع بیشتر باشه، فشار اون قدر زیادتر است. خب شاگردای عزیز، حال اگر به جای آب ما یک مایع دیگه مثل روغن یا تیل داشته باشیم، شدت فوران اونمو مایع بیشتر است که کثافتش بیشتر باشه. هر قدر کثافت بیشتر باشه، شدت فوران بیشتر، و هر قدر کثافت کمتر باشه، شدت فوران کمتر است. پس ما از جا نتیجه میگیریم که فشار مایعات مربوط به کثافت مایع هم میباشه. خب حال ما یک فعالیت دیگر انجام میدیم. ظرفی است به نام ظروف متوسله یاد میشه. شما میبینین که این ظرف دارای شکل و حجم مختلف است. ببینید در بین ازی ما باز هم مایع را مندازیم. خب شاگردای عزیز، ماده آب انداختیم. ببینید که در آب ایده میمونیم یک جایی که آرام استاده شد. حالا ببینید که سطح آب در تمامشان یک برابر است.
در یک سطح آب در تمام ظروف قرار داره. از این شما چی نتیجه میگیرین؟ شاگردای عزیز، از این شما نتیجه میگیرین که فشار مایعات مربوط به شکل ظرف نمیباشه. خب، این بود درس امروز ما. درس یک بار خلاص مرور میکنیم. گفتیم مایعات در سطح و جوانب خیش فشار وارد مینماین، یعنی مایعات دارای فشار جانبی، فشار قاعدوی و فشار صعودی میباشه. فشار مایعات مربوط به عمق مایع است. هر قدر عمق مایع بیشتر باشه، فشار بیشتر است. فشار مایع مربوط به کثافت مایع است. هر مایعی که کثافتش بیشتر است، فشار هم بیشتر میباشه. و فشار مایع مربوط به شکل ظرف نمیباشه. و همچنان ازدیاد و یا کاهش، زیاد شدن و کم شدن فشار مربوط به تجلیل جاذبه زمین نیز میباشه. این بود درس امروز ما. خدا کنه که درس فرا گرفته باشین و فهمیده باشین. حالا برای شما ما کار خانگی را تهیه کردیم. در سلاید مشاهده کنین. در این کار خانگی یک فعالیت است که شما میتونین و فعالیت عملا هم در خانه انجام بدین. در یک قطعی استوانه شکل که سطح قاعده از 0.01 متر مربع است، ابتدا 1 کیلوگرم آب میریزیم و بعد از او که 10 سانتی متر در دهی ظرف قرار میگیره. سپس مقدار آب اضافه کرده تا ارتفاع آب به 20 سانتی متر میرسانیم که مقدار آب به ترتیب مقدار آب اضافه میکنیم و این جدول تکمیل میکنیم. یک مثال در اینجا حل شده که این مثال دیگرایش مشکل نیست. کتله آب 1 کیلوگرم است. 1 کیلوگرم مساحت سطح را که در سوال داده شده 0.01 متر مربع و تنها وزن ما اینجا برتان به دست میارم که شما هم به همون ترتیب میتونین وزن به دست بیارین که وزن 10 نیوتن است. دیجا وید پای اونجا داده شده که 10 سانتی متر. حالا ما اینجا برای شما وزنش پیدا میکنیم. فرزن اینجا 1 کیلوگرم گفتنی. شما میفهمین که در درس های قبلی شما خواندین که وزن به W نشان دادین. W مسایی بود به کتله را به M نشان دادین. ضرب در تعجیل جاذبه زمینه و جی. خب، در اینجا قیمت تعجیل جاذبه را 10 گرفته. به او خاطر قیمت شو وزن میکنین. کتله چقدر بود؟ 1 کیلوگرم. قیمت تعجیل 10 متر بر سکن مربع یا ثانیه مربع. 1 ضرب 10 میکنین میشه 10 کیلوگرم متر بر سیک مربع یا سیکن مربع که ایره ما به نام چی یاد کردیم؟ نیوتن. پس وزن مساویس به 10 نیوتن که شما وزن در اونجا به دست آوردین 10 نیوتن. و همچنان بازم یک کم دگام در اینجا روشنی برتان مندازیم. فشار قبلا خواندین که مساوی بود قوه بر چی؟ سطح. در اینجا به جای قوه ما چی داریم؟ وزن ما اینمی قوه ما همی وزن جسم است که به جایش میتونین نشته کنین W بره. پس در اینجا پی مساویس قیمتش چند است؟ 10 نیوتن. قیمت سطح هم 0.01 متر مربع که این مسایی میشه. دو خانه اشاری دارین، 2 0 در صورت بانین. این شد 1000. در اینجا چی ماند؟ 1. ایام نیوتن متر مربع. پس در اینجا 1000 تقسیم 1 1000. پس فشار چقدر شد؟ 1000 نیوتن بر متر مربع را قبلا خواندین چی بود؟ پاسکال. یک سوال ما بر شما حل کردیم. مطابق از این شما 3 سوال دیگر را حل کنین و جدول تکمیل کنین. خوب شاگردای عزیز، خدا کنه که درس امروز فرا گرفته باشین و کار خانگیتان انجام بدین. تا درس بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.